سلام به کانال احسان اکسپرینس خوش اومدین تو این ویدیو میخوام در مورد تعهد خدمت بچه های رشته دبیری صحبت کنم اونایی که میخوان تعهدشون رو بخرن و از آموز پرورش خارج بشن و اپلای بکنن برای دانشگاه دیگه حس من احسانه و اگه تازه به این کانال اومدین خوش اومدین من تو این کانال درباره اپلای بر دانشگاه آمریکا پیدا کردن شغل بعد از فارغ التحصیلی از دانشگاه تو این کشور و همچنین تجربیات خودم توی زندگی ویدیو میسازم اگر از این سبک ویدیو خوشتون میاد میتونید سابسکرایب کنید و دکمه زنگ هست اونم بزنید تا هر موقع ویدیو جدیدی گذاشتم شما رو مطلع کنم خب بریم سراغ موضوع این ویدیو تو این ویدیو میخوام در مورد تعهد خدمت برای بچه های رشته دبیری توضیح بدم ولی قبل از اینکه تعهد خدمت برای بچهای دبیری رو بگم یه توضیح خیلی خلاصه بگم برای بقیه دانشگاه خب پیام نور اونایی که دانشگاه پیام نور بودن یا غیر بودن یا دانشگاه آزاد بودن مشکلی با آزاد کردن مدرکشون ندارن چون که اونا دارن هزینه تحصیل رایگانشون رو پرداخت میکنن به دانشگاه اونهایی که دانشگاه دولتی میرن یه هزینه‌ای باید بدن به وزارت علوم اگر قبل از اون مدتی که براشون تعیین شده بخوان مدارکشون رو تحویل بگیرن حالا اونا یه ایده هم هستن که دانشگاه های فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی میرن که اینها علاوه بر اون تعهد که وزارت علوم میگیره بابت آموزش رایگان یه تعهد دیگه هم دارن که اون تعهد رو به آموزش و پرورش دادن پس در واقع اونایی که پیام نور رفتن یا غیر یا دانشگاه آزاد اونها راحت میتونن مدرکشون رو بگیرن ریز رو بگیرن بدون هیچ دردسری اونایی که دانشگاه دولتی رفتن باید یه هزینه به وزارت علوم بدن و اونهایی که به دانشگاه فرهنگیان یا دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی رفتن و رشته دبیری بودن تعهد خدمتی بودن اینجا اونها دو تا تعهد دارن یه تعهدشون به وزارت علوم مثل همه کسایی که رفتن دانشگاه دولتی برای آموزش رایگان یه تعهد دیگه به آموزش و پرورش دارن خب اون تعهدی که به وزارت علوم دارن که میشه جریمه رو داد حالا من توی این ویدیو میخوام در مورد اون تعهدی صحبت بکنم که به وزارت آموزش و پرورش دادن خب اون تعهدی که بچه های دبیری به آموزش و پرورش میدن در واقع یک تعهد محضری هستش یعنی همه اونایی که استخدام میشن میرن دقیقا توی دفتر اسناد رسمی به عقد آموزش پرورش در میان یعنی دقیقا یه سند میذارن جلوشون کل اون موارد نوشته شده یه دونه باید شاهد ببرن با خودشون و پای اونو امضا بکنن توی این متن چی نوشته شده نوشته شده که شما بعد از اینکه لیسانستون رو تموم کردین باید دو برابر مدت تحصیلتون که حداقل پنج سال می باشد در آموزش و پرورش کار کنید به این تعهدی که شما دادین میگن تعهد اولیه خب حالا این داشته باشین تعهد اولیه رو یه تعهد دیگه هم ما داریم بهش میگن تعهد ثانویه تعهد ثانویه چیه تعهد ثانویه اینه که شما اگر حین این که معلم بودین فوق لیسانس رفتین خوندین باز هم بابت این که دارین فوق لیسانس میخونید ازتون دوباره یه تعهد دیگه میگیرن که اسم اون تعهد هست تعهد ثانویه به ازای هر یک سالی که شما فوق لیسانس میخونید سه سال باید تعهد بدین یعنی شما اگه دو سال فوق لیسانستون رو خوندین باید 6 سال تعهد بدین به این میگن تعهد ثانویه حتی اگر رفتین دکترا خوندین به ازای هر یک سال دکتراتون دوباره باید سه سال تعهد بدین یعنی اگه دکتراتون 5 سال طول میکشه سه پنج تا 15 تا شما با 15 سال تعهد اضافه بدین به آموزش پرورش باز این تعهد اسمش از تعهد ثانویه پس تعهدی که بابت فوق لیسانس و تعهدی که بابت دکتراتون میدین اسمش هست تعهد ثانویه مشکلی با تعهد ثانویه نداریم چون مش... تعهد ثانویه رو میشه خرید با پول به راحتی شما جریمه رو پرداخت میکنید و مشکلش حل میشه مشکل ما با تعهد اولی است حالا بریم سراغ تعهد اولیه تعهد اولیت همونجوری که گفتم توی اون سندی که شما امضا کردین و شاهدتون هم امضا کرده نوشته شده که دو برابر مدت تحصیل که حداقل پنج سال می باشد اگه اینو بخواین تفسیرش بکنید اینه که شما لیسانس که خوندین چهار سال خوندین و چهار دو تا هشت تا میشه هشت سال باید کار بکنید توی آموزش پرورش تا تعهد اولیتون تمام بشه اما اینجا یه بحث واقعا خیلی مفصلی هست بین آموزش پرورش و کسایی که میخوان تعهدشون رو بخرن اون بحث چیه اون بحث اینو میگه که میگه که چرا اونجا نوشته حداقل پنج سال اون حداقل پنج سال برای چی نوشته شده خیلی ها اینو بحث میکنن و جوابی که از آموزش پرورش میگیرن اینه که شما ممکنه فوق دیپلم گرفته باشین تعهد داده باشین اون وقت اون میشه تعهد اولیتون یا اینکه درستون رو زودتر تموم کرده باشین و تعداد سالهای تعهدتون میاد پایین تر از مثلا پنج سال و ولی حداقل پنج سال باید خدمت بکنید خیلی بحث هست روی این ولی چیزی که هست اینه که به خاطر اینکه اونجا نوشته شده و توی اون برگ تعهد محضریتون این تعهد که نوشته شده حداقل پنج سال می باشد اون برگه یه برگه رسمیه خب یعنی آموزش پرورش نمیتونه بگه که شما پنج سال کار کردین و الان نمیتونی تعهدتون رو ادامهش رو بخرین چرا چون این برگه یک برگه قانونیه که شما امضا کردین و توش این یه جمله همین یه جمله که نمشته حداقل پنج سال می باشد این یک بار معنایی داره یک, یک سودی میتونه به سمت شما داشته باشه چرا چون چون نوشته حداقل پنج سال می باشد یعنی اینکه شما اگر حداقل پنج سال رو انجام داده باشین قانونا میتونید برید و کارت پای خدمت بگیرید و آموزش پرورش ولی اینجا یه ای هست آموزش پرورش میگه نه شما 4 سال درس خوندین باید 8 سال کار بکنین تا کارت پایان خدمت به شما بدیم حالا اینجا رو داشته باشین حالا این بحث که با آموزش پرورش داری میکنین اینو داشته باشین بریم اون سمت قضیه رو ببینیم اون سمت قضیه سازمان نظام وظیفه است سازمان نظام وظیفه میگه که اگر شما 5 سال در وزارت آموزش پرورش کار کرده باشین شما میتونید کارت پایین خدمت بگیرید توی اون لیستشون تمام اینها رو نوشتن کسایی که وزارت دادگستری بودن کسایی که کشتیرانی بودن برای هر کدوم سال نوشته برای که نوشته ده سال برای که نوشته دوازده سال آموزش و پرورش رو نوشته 5 سال پس اگر شما پنج سال در آموزش پرورش خدمت کرده باشین از نظر سازمان نظام وظیفه شما میتونید کارت پایین خدمت بگیرید یعنی نظام وظیفه نمیگه که شما باید 8 سال کار کنید نظام وظیفه میگه کسی که در وزارت آموزش و کار کرده اگر 5 سال کار کرده باشه این حق رو داره که کارت پایان خدمت بگیره که به نظر من این واقعا یه ای چیز عادلانه است ببینید کسی که سرباز معلمه دو سال که سرباز معلم هستش میتونه کارت پایان خدمت بگیره پس کسی که پنج سال کار کرده به عنوان تعهد خدمتش واقعا باید این اجازه رو داشته باشه پنج سال از عمرش رو کار کرده تمام وقت در خدمت آموزش پرورش پس باید این حق رو داشته باشه که بتونه کارت پایان خدمتش رو بگیره و حالا اگه میخواد نمیدونه پاسپورت بگیره اگه میخواد مدارکش آزاد کنه هر کاری میخواد بکنه این حق رو باید داشته باشه من اینجا فکر میکنم حرفی که به سازمان نظام وظیفه میزنه درسته یعنی پنج سال واقعا اون چیزیه که شما باید انجام بدین تا بتونید کارت پایان خدمتتون رو بگیرید حالا برگردیم به اون قضیه آموزش پرورش شما اگه بتونید آموزش پرورش رو قانع بکنید که به شما نامه ای بده که شما پنج سال خدمت کردین و کارتون رو انجام بده شما میتونید برید سازمان نظام وظیفه و ادامه کار رو انجام بدین و کارت پایان خدمتتون رو بگیرید توی این اتفاقات کسایی رو من دیدم که با پنج سال رفتن گرفتن کسایی دیدم که نتونستن بگیرن و آموزش پرورش در این زمینه شما یه مقدار تصمیم میگیری یعنی سلیقه ای داره عمل میشه یه جایی مثلا بعضی از شهرستان‌ها انجام میدن بعضی جا انجام نمیدن باید یه مدار خودتون بیفید دنبال کارتون بگید که نظام وظیفه داره اینو میگه و خلاصه باید بجنگین تا بتونید اون حقتون رو بگیرید ولی به نظرم این اتفاق شدنیه و میشه این کار رو کرد چون که اون برگه که امضا کردین نوشته شده حداقل پنج سال پس قانونا شما میتونید اون پنج سال رو اگر انجام بدین برین کارت پایان خدمتتون رو بگیرین و به ازای اون سه سالی که انجام نشده جریمهش رو پرداخت بکنید ولی خب کلا میشه تعهد اولیه هم انجام نداد ولی اگر انجام ندیم باید برید سربازی اگه آقا هستین اگه خانم هستین که مشکلی نداره میتونید تعهد اولیتون رو بیاین بیرون اصلا همون سال اولم باشین بیایم بیرون جریمهش رو پرداخت بکنید ترس ما ها که پسر هستیم اینه که اگر تعهد اولیه‌مون تموم نشده باشه و بیایم بیرون اینه که باید بریم سربازی همین و میزان جریمه ای که باید پرداخت بکنی بابت اون سه سالی که خدمتتون رو انجام ندادین از اون 8 سال بسته به سال ورودیتون داره شما اگه برید از قسمت امور حقوقی پیشنهاد میکنم به امور حقوقی اداره کلتون مراجعه بکنید اگر شهرستانتون رفتین و کارتون انجام ندادن برید به امور حقوقی اداره کل یعنی مثلا مرکز استانتون برید برید قسمت امور حقوقیش و شرایط توضیح بدین بگیم من پنج سال رو انجام دادم نظام وظیفه میگه که پنج سال باید کار بکنید و بابت اون سه سال دیگه تعهد درست ما تعهد داریم ولی تعهدون به آموزش پرورش نظام وظیفه با پنج سال اوکیه و بابت اون سه سالش ما جریمه مونه مونه و میزان جریمه ای هم که میدین بسته به سال ورودیتون داره حالا از من نپرسیم من چند میلیون باید جریمه بدم چون همه اینها دقیقا اونا یه چارت دارن یه جدولی اونجا داره که نوشته شده بر اساس سال ورودیتون شما چه مقدار حقوق گرفتین بابت اون سه سال بعد رو پرداخت بکنید و بتونید مدرکتون رو آزاد بکنید پس به طور خلاصه بگم اگر میخواید مدرکتون رو آزاد کنید و رشته دبیری هستین باید 5 سال تعهد خدمت 5 سال از اون 8 سال تعهدتون رو انجام داده باشین و بیوفین نمال کاراتون اون سه سال رو جریمش رو پرداخت بکنید به با آموزش پرورش و بتونید مدرکتون آزاد بکنید و البته اگر فوق هم خوندین دوباره یه جریمه دیگه هم بابت اون باید به آموزش پرورش بدین به اضافه یه سری جریمه آموزش رایگان هم به وزارت علوم بپردازین خب همه اینا رو که پرداخت کردین اون وقت امور حقوقی اداره کلتون یه نامه به شما میده که شما میتونید مدارکتون رو آزاد بکنید و همه این داستانا یعنی اول برید کارت پای خدمتتون رو بگیرید و بریم مدارکتون رو آزاد کنید کار به این صورت یعنی از اداره خودتون شروع کنید از همون اداره شهرستان امور حقوقیش برین کاراتون رو انجام بدین اگر کارتون را نیفتاد و قبول نکردن که به شما نامه بدن که پنج سال کار انجام دادین اون وقت برید یه لول بالاتر برید از اداره کل این کار رو پیگیری بکنید و کارتون انجام بدین خیلی کار داره واقعا یه اعصاب راحت هم میخواد چون خیلی از کسایی که باشون برخورد میکنید این قوانین رو سفت و سخت میگیرن میگن نه شما باید 8 سال کار بکنید در صورتی که سازمان نظام وظیفه میگه آقا 5 سال باید کار بکنید ولی من حق رو اینجا میدم به سازمان نظام وظیفه چون واقعا 5 سال به نظر من عادلانه است که شما بعد 5 سال بتونید کارت پان خدمتتون رو بگیرید مرسی که ویدیو رو نگاه کردین اگه تو این ویدیو چیزی یاد گرفتین که براتون مفید بود ممنون میشم که لایک کنید و کامنت بذارین تا این ویدیو رو یوتیوب به کسای دیگه ای که همچین سوالی دارن و از این محتوا خوششون میاد نشون بده تو ویدیو بعد میبینمتون